الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والذي بعث حبيبه وصفيه إلى كافة الإنس والجان، وعلى من دعا بدعوته وجاهد في سبيله إلى بقاء الملوان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، الآية. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما محمد إلا رسول، الآية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما، الحديث. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بزرگاني محترم، دوستاي عزيز، جمعي امروزي ما ضمن سلسلة درسهاي سيرت و در آخر گفتمان مختصری ان شاء الله به آدرس 6 جد 1358 تجاوز و تعرض قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی با حریم کشوری ما. درسهای ما تا زندگی مکی مدنی رسید. زندگی مدنی پیامبر بزرگوار علیه السلام که 10 سال و اندکی هست، در 3 مرحله جمع‌آوری شده است. این 3 مرحله برای امت مسلمه پیام های بزرگ بزرگی داره. مرحله اول تأسیس یک جامعه اسلامی، اساس گذاری و زیربنا و ساختار یک جامعه اسلامی. دوم، مرحله مصالحه با مخالفین و دشمنان اصلی، دشمنان عقیده، دشمنان دین، دشمنان الله، دشمنان کتاب الله. مرحله سوم، مرحله داخل شدن در دین مبین اسلام، پذیرش وفود و جماعت ها، آمدن پادشاه ها، تسلیم شدنشان. این 3 مرحله، مرحله اول که تأسیس جامعه اسلامی هست، تا سنه 6 هجری با صلح حدیبیه تکمیل میشه. یعنی برای ساختار یک جامعه اسلامی دیگر نیاز نیست که ما
از بیرون موادی بیاریم، شالودهی بسازیم، خاکهی تیار بکنیم، پروپوزل ترتیب و تنظیم بدیم. این با سنه 6 هجری، در سنه 6 هجری با صلح حدیبیه این مراحل تکمیل میشه. مرحله دوم مصالحه با دشمنان هست. صلح با دشمنان، برخورد خوب با دشمنان، متأثر ساختن دشمنان. این مرحله با داخل شدن سنه 8 هجری فتح مکه تکمیل میشه که فوج فوج و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. مرحله سوم که همانا گسترش دادن بیشتر اسلام عزیز هست با جغرافیاهای متعددی، با محدودهای غصب شده توسط دشمنان، فرامرز ساختن این دین مبین. این مرحله با رحلت جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم و دسته علما میگویند با حجۃ الوداع، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. با این مرحله تکمیل میشه. مرحله اول ما که با سال 6 هجری توأم یا همزمان و مقارن با صلح حدیبیه تکمیل میشه، خیلی مسئله مرحله تکاندهنده و جان نساری و قربانی میخواهد. این مرحله به مساوی یک تعمیری است که نه نقشه داره، نه اساس و زیربنایی داره، نه جغرافیه مشخصی داره، نه ملکیت و مملوکیتی داره. محمد امین علیه السلام با آغاز هجرت از مکه به مدینه این مرحله را با جبین باز استقبال میکنه. در 12 ربیع الاول که سنه 11 هجری هم 12 ربیع الاول وفات پیامبر هست، سنه اول هجری 12 ربیع الاول اساس گذاری برای مسجد نبوی، خرید نمودن زمین از یتیمها برای مسجد، سکونت گزیدن در خانه ابو ایوب انصاری، سهم گرفتن جسمن و فیزیکن توسط پیامبر بزرگوار در ساختن این کانونی سرنوشت ساز، این مقر فرماندهی و این جایگاه عبادت و این مرکز مشاورت و این مرکز صدور فرمان الله و رسولش، ارزشی این مرکز بیشتر می سازد که فیزیکن محمد امین سهم می گیره، سنگ می برداره، چوب می آره، گیاه و علفها را حمل می کنه و صدا می کنه که اصلا عیش آخرت است، راحت راحت اخرویست،
مهاجرین و انصار بخشش فرما ای الله ذوالجلال. این شعر از زمزمه میکنه و برای ساختار این مرکز پیامبر بزرگوار علیه السلام سهم فعالی میگیره. زمانی که این مرکز تأسیس میشه و تکمیل میشه به شکل یک خانگه که چوبی و گلی و خس و برگه ها ساخته شده است که آبم از بالا تیر میشه، آبی باران هم، و در زمینی ازی هم کدام آسودگی نیست. چتی ازی شاخه های درخت، تنه های خرما ستون، در زمینی ازی ریگ هموار میشه، برش سه تا دروازه گذاشته میشه. ظاهرا ساختار این تعمیر خیلی ساده و عقب مانده، اما معنویتی ازی در آسمان ها نظاره و در آسمان ها سریالی ازی به ملائکه به همایش گذاشته می شود. مستقل و مستقیم انوارات رب العالمین رحمتش بر بالای این مرکز شب و روز می باره. و برای کسانی که ساکنین این مرکز هستند، سراپا معنویت، سراپا اخلاص، سراپا قربانی، سراپا فداکاری، به تمام معنا آنقدر شیفته محمد رسول الله، آنقدر علایق تمایل با این مرکز دینی، اصحاب پیامبر شبها در زیر این چتی چوبی و گلی و خس و گیاهی زندگی میکنن، آغوش گرم خانواده خدا گذاشته اینجا می آین. آن انصاری می آین که سرمایه از آنها معمولی نبود، داشته های از آنها خیلی چشمگیر و از حساب و شمار بیرون بود. آنها با تعلق و ارتباط با این مرکز محمد امین چنان قلبی از اینها را اصلاح می سازه، متوجه می سازه که اینها به تمام معنا در این مرکز، در آبادانیش، در قربانی دادن برای تعمیرش از ایج نوع همکاری دریغ نمی کنن. پیامبر بزرگوار علیه السلام که به مدینه آمدن از یهود که سه تا قبیله بود، بنو قینقاع، بنو نظیر، بنو قریظه، این سه تا قبیله با اوس و خزرج متعهد و هم پیمان بودند. قبیله بنو قینقاع و بنو نظیر اینها حلیف و هم پیمان خزرج بودند که کلانترین قبیله بود. عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق از همین قبیله بود. با آمدن پیامبر ما صلی الله علیه و سلم تیر آن بر خاک خورد، به اهدافش نرسید. مخالفتی که تا دم مرگ به پیامبر ما داشت به همین آدرس بود. این شخص به مدینه نمی آمد، ما امیر و وزیر و رئیس و مسئول این قبائل بودم. با آمدن یزی مردم در اطراف جمع شد. آمدن پیامبر رحمت پروردگار بود، نزول انوارات الهی بود، هم بر جغرافیه و زمین، هم بر قلبهای انسان ها. الله متعال منت میگذاره بر اصحاب پیامبر با آمدن پیامبر، هم بعثتش منت و احسان الله بر انسانیت است، و هم هجرتش منت و احسان الله بر ساکنین یثرب مدینه هست. بنو قینقاع و بنو نظیر حلیف خزرج بودند.
بنو قریظه هم پیمان اوس بود. این پنج تا قبیله ای که بیشتر صلاحیت و اختیارات در مدینه داشتن، پیامبر بزرگوار علیه السلام برای ساختن یک مرحله بزرگ، تشکیل یک مرحله عظیم و تأسیس یک جامعه اسلامی از حکمت و فلسفه بزرگ کار میگیره و تعهدات در میانی از اینها پیامبر علیه السلام تعیین میکنه. از مهاجرین با انصار پیامبر ما دوبار تعهد میگیره، دوبار عقد مواخات در میانی از اینها صورت میگیره و از مسلمان ها و طرف دیگر یهودی ها اوس و خزرج یک بار پیمان میگیره. البته این پیمان تکمیل و تتمه عقبه اولا و عقبه ثانیه هست که پیش از هجرت در دامن کوه عرفات و در تپه مینا با اینها بسته شده بود. ای تتمه آن عقبات و عهود و پیمان هاییست که پیامبر گرامی علیه السلام از اینها میگیره و در این پیمان و در این عقد مواخات اصحاب محمد رسول الله چنان قربانی میدهند که دنیا از نظیر یزی عاجز است، نمونه و مثال یزی را پیش کرده نمیتوانه. انصار عموماً کشت و زراعت پیشه بودن، مهاجرین به بازارها و به جاده ها اینها ریختن تا که باریدوش برای کسی اینها نباشن، کمایی میکردن، محنت میکردن، زحمت میکشیدن، میدانستن که دست دهنده بهتر است از دست گیرنده. سکولارهایی که به این آدرس اعتراض میکنن که 150 الی 300 صحابه گرسنه افتیده بودند که در خانه ها چیزی نبود، فامیل آنها را بیرون کرده بودند، در صفه اصحاب صفه در عقب مسجد نبوی آمدن کسی کمک بکنه نان بیاره که قوت لایموت شوه. اعتراض و انتقاد نه با اخلاق انسانیت سازگار است، نه با فکر و اندیشه بشریت. اینها کسایی بودند که در مدرسه محمد رسول الله شاگرد بودند، درس می‌خواندند. قرآن کریم اینها را تعریف می‌کنه، سیمای از اینها را تعریف می‌کنه و برخورد و پیش آمد و اخلاق و آدابی از اینها را قرآن کریم چنین بیان می‌کنه. وقتی که نادان و ناواقف اینها را می‌دید فکر میکرد که اینها غنی هستن، اینها را گمان میکرد که اینها همه اغنیا هستن، ثروتمنده های هستن، در حالی با وجود نیازمندیشان دست به طرف کسی دراز نمیکردن. اصلا زندگی از اینها وقف خدمت دین بود. در اسلام عزیز این اولین مدرسه است که اساس این مدرسه را محمد رسول الله گذاشته است. باقی تمام مدارس واقعی که تعلیم و تربیه دین به معنای صحیح و درست جمع آموزنده ها و آموزگارها ارائه می کنند، از آن چشمه زلال آب نوشیده اند و این مسیری است که یاران محمد رسول الله زانوی تلمذ و شاگردی را به زمین نهاده پیش پیامبر ما خوانده اند. عقد و مواخاتی که در میان مسلمان ها پیامبر ما بست در سه تا اصول خلاصه میشه و عقد و مواخاتی که در میان مسلمان ها جمع یهودی ها، خزرجی ها و اوسی ها بسته شد از 27 در 13 ماده این خلاصه میشه، جمعا 16 تا اصول معاهداتی که تایید شده بود. من خدمتتان او را
به توفیق الله عرض میکنم. مسلمان ها همه انصار و مهاجرین داخلی و بیرونی، فقیر و ثروتمند، مرد و زن در کلمه لا اله الا الله شریک هست. این کلمه ارتباط میدهد انسان ها را با الله ذوالجلال. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله این عقیده هست، محمد رسول الله این عمل هست که به بیراه نروی، از خود ابتکار نکن. عملی خود تراشیده ای تو قبول نیست، آن اعمال قبول هست که محمد رسول الله کرده هست و به من و تو دستور داده هست. یک اصل ماده دوم که مسلمان ها با او باید پابند باشند، رویه و سلوکی انسانی به آدرس اخلاق اسلامی. رویه و سلوک انسانی به آدرس اخلاق اسلامی باید اینها داشته باشند. ای دو ایرا محمد رسول الله اساس گذاری میکنه، زیر بینای زیرا پیامبر ما میگذاره، تأسیس میکنه. محمد امین شخصی امانت دار، شخصی دلسوز، شخصی مهربان، شخصی متعهد. سوم، انصار و مهاجرین خیرخواه و معاون و کمکگری یک دیگر هستند. این سه تا ماده در میان مسلمان ها در حضور محمد رسول الله تعیین میشه. همه اتفاقا این مواد میپذیرند. و ماده چهارم، اول ماده چهارم اجتماعی، اما ماده اول با اعتبار یک طرف مسلمان ها، طرف دیگر غیر مسلمین. پیامبر ما چقدر حکیم بود، ماده اول از کجا آغاز میکنه؟ هر شخصی که بر مدینه تجاوز میکنه، مشترکاً ما از جغرافیایی مدینه دفاع میکنیم. ای پیمان بنو قریظه، بنو قینقاع، بنو نذیر، اوس، خزرج و در رأس مسلمان ها محمد رسول الله امضا میکنه. این مرکز است، باید از مرکز دفاع بکنه. ای اصلا مرکز امت مسلمه هست، دفاع از این ذریعه و توسطی هم مسلمان ها و هم غیر مسلمین میشه. امروز مراکز مسلمان ها را دشمن ها با بهانه های مختلف و متعددی اشغال کرده میگیرن. پنجم، با ظالم به هیچ وجه همکاری نمیشه. کسی که ظالم است از هر قبیله ای که هست با او همکاری صورت نمیگیره. ظالم باید گذاشته شوه بیار و مددگار تا متوجه شوه که این براه غلط و نادرست و باطل روان هست. این به اعتبار ماده عمومی، ماده دوم جمع مواد مسلمان ها، این ماده پنجم هست. ششم، ما و شما که میشنویم یگام تایزی خیلی حکیمان است، خیلی حکیمان است. اگر در عمق و جرفی ریشه های این قضیه داخل شویم، هزاره ها راز است. اگر مسلمان کافری را میکشه، مسلمان در بدل خون کافر کشته نمیشه. یهودیت را گفتیم امضا بکو. اگر مسلمان کافری را میکشه، در بدل خون کافر مسلمان کشته نمیشه. اگر کافر مسلمانی را میکشه، با کتاب الله فیصله میکنیم. قصاص است قصاص، دیت است دیت. اگر عفو و بخشش میکنه مشکلی نیست. ایره یهودیت با دستش امضا میکنن و اعتراضی ندارن، ملاحظه ای ندارن، زیرا اینکه پیامبر ما دین حکیمانه دعوت میداد، با فراست کامل اینها را دعوت میداد. نمبر هفت،
نمبر هفت، از بیرون هیچ کس با این قبائل داخل مدینه همکاری کرده نمیتونه. مشرکین مکه با شما همکاری کرده نمیتونه، یا کفار دیگر اطراف و اکناف عالم با شما کمک کرده نمیتونه. قبول هست، پذیرفتن. هفتم، هشتم، پیمان و عهد. بستن پیمان، بستن عهد مساویانه معامله میشه. اگر یهودی ها عهد شکستن خائن پنداشته میشون، اگر اوسی ها عهد شکستن، خزرجی ها شکستن، لقب خائن با خود میگیرن. و مسلمان ها هرگز عهد نمیشکنن، زیرا طرف مسلمان ها بستنده عهد و تعیین کننده موادها الله ذوالجلال هست. از الله کرده وفادار به عهد و پیمان هیچ کس نیست. همگی پذیرفتن، امضا کردن. ماده نهم، و به این اعتبار ماده ششم، با دشمنان. باید کسانی که با ما همکاری میکنه با آنها مساعدت و همکاری نماییم. کسایی که با ما همکاری میکنه با همکارها ما باید مساعد و همکار باشیم. کسی دست دوستی دراز میکنه، ما به طرفش دست دوستی دراز بکنیم، نه دست خیانت و غدر و جفا. همگی این مواد پذیرفته، امضا کردن. دهم، حرفهای مسلمان ها حرفهای آخر است. صلح مسلمان صلح است و جنگ مسلمان جنگ است. حرفهای مسلمان ها یک از حرف آخر است. صلحش صلح است، جنگش جنگ. تا که غدر نبینه با کسی نمی جنگه و در مقابل کسی غدر و خیانت نمی کنه مسلمان. یازدهم، خون مسلمان ها ارزشمند هست. ای تتمه او ماده دیگر است. متوجه شوین، کسایی که هجرت کردن از بیرون آمدن، کسایی که انصار در این داخل هستن، خون از آنها ارزش داره، اهمیت داره. دشمنان وادار می سازه که اسلام عزیز پیروانش خونشان خیلی قیمت و با ارزش است. آنها بپذیرن که این خون ارزش داره. مهم امیست که دشمن بپذیره که خون مسلمان ها ارزش داره. متاسفانه در عصر کنونی خون حیوانات ارزش داره، اما در پیش جامعه جهانی، در پیش پیروان مکتب فکری سکولاری و یا دموکراسی ها، خون مسلمان ها ارزش و اهمیتی نداره. خواسته های مسلمان ها تعبیرات دیگری میشه، توجیهات دیگری میشه. ایره اسلام عزیز اجازه نمیده. از آنها پذیرفت، از آنها پذیرفت، اقرار گرفت که خون مسلمان ها ارزشمند هست. مواد دوازدهم، ایج مشرکی، ایج یهودی، ایج اوسی، ایج خزرجی نمیتوانه که مشرکین قریش یا مشرکین مکه را، خودش یا مالش در محدوده مدینه جای بده. پیامبر ما هجرت کرد، آمد، با چقدر مشکلات، با چقدر مظالم دشمنان. اینها در حق پیامبر جفا کرده اند، حق ندارند که اینها مالشون خودشون در اینجا جای داده شوند. میپذیرن ایره، این معاهده را میپذیرن. سیزدهم، کسایی که اینها فساد میکنن در زمین و به مظالم دست میزنن، امنیت عامه را با مخاطره می اندازن، باید مطابق کتاب الله جزا داده شوند. یهودی که با قرآن ایمان نداره، اوسی که نداره، خزرجی که ایمان نداره، معاهده می گوید اگر به امن، به سلامتی این ملت و مردم تو کوشیدی، درست. اگر برخلاف قدم برداشتی، آنچه که قرآن در مقابلی یک کسی که امنیت مختل میکنه فیصله میکنه، ما او را سر تطبیق میتیم.
مسلمان میکنه سری مسلمان تطبیقش میتیم، یهودی میکنه و اوسی و خزرجی سری ازو تطبیق میتیم. همه میپذیرن، مشترکان میپذیرن. خیلی ماده مهم و بزرگی هست که هم ارزش امنیت بیان میکنه، هم ارزش سلامتی را بیان میکنه، هم ارزش اقتصاد را بیان میکنه، که اینها همه چوچه ها و زاده های امنیت هستن. عبادت ما در گروی امنیت هست، اقتصاد ما در گروی امنیت هست. دشمنان اسلام چرا میکوشن که کشورهای اسلامی ناامن باشن، آرام نباشن؟ چرا؟ وقتی کشورهای اسلامی که امنیتشان تامین شد، اینها پیروی از خلافت میکنن، اوامر الله را تطبیق میدهند در زمین الله و درس میگیرن از نیاکان و اربابانی گذشته و صدر اسلامشان. رشته و پیوندی از اینها محکم تر می شود. به این منظور نگذارین که امنیت اینها به دست بیارن. و خود مسلمان ها هم از این نعمت عظیم و بزرگ بهره نمی برند، استفاده نمی کنند. امنیت وقتی که نبود، عرض کردم، عبادت، اقتصاد و زندگی اجتماعی، زندگی انفرادی، رشد و تکامل فکری، همه از زیر سوال میره. نمبر 14، مؤمنین در مقابل مخالفینشان متحد هستند. به این معنا که طرف قضیه مؤمنین هست، طرف دیگر دشمنانی هست، که این تعهد از انصار و مهاجرین و جمعی ساکنین مدینه گرفته شد. هر کس بر علیه اسلام سر می کشه، اگر معاهده را یهودی ها و خزرجی ها و اوسیا شکستن، مسلمان ها به مال جانشان دفاع می کنن. حضرت سعد بر رسول معظم اسلام گفته بود، گفت مشوره شما چیست؟ در مقابل دشمن چی بکنیم؟ گفت یا رسول الله، تو قدم بردار، ما در عقب تو. ما مثل بنی اسرائیل نیستیم که رب العالمین از گفتمانی از آنها بیان میکنه. با موسی علیه السلام گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، برو همراه پروردگارت با دشمن بجنگ، اینجا را فتح بکو، ما سر جای خود نشستیم، ما را با صدا بکو میاییم. ما ایتو نیستیم، با مال، با جان، با اولاد، با فرزند، با تمام آبرو و عزتمان، از این قانون و از شخص خودت ما دفاع میکنیم. و این افتخار ماست که جانهای شیرین خدا در دفاع اسلام عزیز قربان بکنیم. امیت شد اصحاب پیامبر در بسا موارد خدا سپر بر پیامبر ساختن و با تیره ها و نیزه ها علامه و نشانه های یکنی صدها بالاتر در بدنشان بود، جانهای خود در دفاع از محمد رسول الله با الله ذوالجلال پیش کردند. 15 عجیب نظام های محمد امین وضع کرده است. هر کس در دین و آینی واقعی خود بدعت میکنه اجازه نداره. به این معنا یهودیت میگوید اگر تو به معنای واقعی دفاع از مذهب و از دین موسی میکنی، حق بدعت نداری. مسلمان هایی که با پیامبر گرامی هم آواز و هم آهنگ و هم دست هستن، اجازه بدعت و خرافات نداره. به تمام معنا این ماده دوام داره. به تمام معنا ما نمیگذاریم که کسی بدعت بکنه. چرا؟ کسی که بدعت ایجاد می مورد لعنت الله. شما رحیق المختوم بخوانین، زندگی مدنی آغازش صفحه دوم، لعنت الله، لعنت رسول الله، لعنت تمام انسانیت، لعنت تمام مخلوقات بر بالای یسوس. هیچ کس حقی بدعت، چیزی جدید در دین داخل کردن نداره. این ماده 15 و به حسابی
که با دشمنان بسته شده بود، این تقریبا یعنی فکر بکنین که ماده 11 هست که حق ندارین که شما چنین عمل انجام بدین. 16 ماده 16 در هر چیزی که اختلاف صورت میگیره نظامیشه جانبین نمیپذیرند، فیصله با الله و رسول سپرده میشود. فیصله را الله آنچه در کتابش گفته است، محمد رسول الله آنچه که فیصله میکنه، ای را ما میپذیریم. ای دوستای عزیز، 16 ماده به اعتبار عمومیت، 12 ماده خلاصه 27 ماده ای که پیامبر بزرگوار علیه السلام با یهودی ها، بنو قینقاع، بنو نظیر، بنو قریظه و با اوس خزرج حلیف و هم پیمانانی از اینها بسته بود، ای خلاصه از اوست. خلاصه این 12 ماده و 3 ماده ای که عقد مواخات در میان مسلمان ها پیامبر بزرگوار علیه السلام بسته بود، 3 چیز است. خلاصه این 16 3 چیز میشه. اول، ایمان و یقین به الله. ایمان و یقین به الله. نمبر 2، اطاعت به تمام معنا از محمد رسول الله. این 2 آسان تر است. نمبر 3، دفاع از ارزش ها و مقدسات دین. دفاع از ارزش ها و مقدسات دین. این 16 ماده ای که خواندم، ببینین 6 از این تعلق و ارتباط میگیره با ساختار یک جامعه سالم در دفاع از ارزش های والای اسلامی. و ارزش های والای اسلامی در جامعه ها، در اوراق تاریخ بری باز آیندگان نامینی که داره. تعرض و تجاوزی 6 جد 1358 و شکستی این قشون سرخ تا دندان مسلح تا قیام قیامت ارمغان بری افغان ها بود. اگر با این جهاد مقدس معامله نمی شد، اگر با خون یتیم ها، با خون بیوه ها، با خون پدرها، با خون معلولین، با خون شهدا، با از بین رفتن زیربنای اقتصادی این کشور و با یغما بردن سرمایه معنوی این کشور معاملات نمی شد، فقط شکست روس برای افغان ها یک آرزوی بزرگی بود که تا قیامت نام نیک بری از اینها میماند. امپراتور عصر اتحاد جماهیر شوروی نه از افغانستان شکست خورد، به سطح دنیا رسوا و ذلیل شد، در تاریخ دشمن زبون و شکست خورده یاد میشه. ولی افغان هایی که بیشتر بشنین دوستان، یا خالی است، مردم ها داخل میشن پس میبرایند، همین جای خالی را پر بکنین، پیش بیاین. در وقت سخن گفتن که می آین پیش بیاین، ممانعتی نیست، جای خالی را پر بکنین. وقت خطبه شروع میشه، کسی باید از جایش تکان نخوره. بسا کسایی که در آخر خطبه شروع میان، پایشان در گردن دیگران مانده پیش میان، گناه کبیره میکنن. در وقت سخنرانی تحیت المسجد تانه ترک نکنین، بخونین تحیت المسجد تانه و پیشم آمده جای خالی را پر کرده میتونین. در وقتی که خطبه شروع میشه، فقط جایی که میشنوین استاد باشین. خدمت شما حرفه های من تقریبا ختم شد. یک خلاصه کوچکی عرض میکنم، میخواستم این را عرض بکنم براتان که این شکست به سطح دنیا بود و این شکست افغان ها با دسته های خالی، پاهای لج، با سرهای لج، دسته های خالی دشمن شکست دادن که کمک و نصرت غیبی الله ذوالجلال شامل حالی از اینها بود. ولی کسانانی که در رأس به عنوان امیر و به عنوان رئیس و به عنوان سفیر و به عنوان رهبر و
به عنوان وزیر و غیره و غیره بودند، با خون این شهدا معامله کردند، ولی خونی از اینها هدر نمیره. آن یتیمی که نسل دومی جهاد و مقاومت حساب میشه، مطالعه دقیق اگر بکنه، با خون پدری تو کسایی که معامله کردند، اصلا با دشمنان دین معامله کردند، و این سرمایه عظیم و بزرگ با بهای اندک فروختن، جز ذلت و رسوایی بری از اینها چیزی نصیب نمیشه. تاریخ مطالعه بکنین، فرزندان شهدا، این سرزمین سرزمین شهید پرور هست و این سرزمین همیشه قربانی داده است. در تاریخ بشریت این سرزمین تسخیر نشده، تسخیر اشغال شده هست، ولی تسخیر نشده است که نسلی از این 100% تغییر بکنه، بیدین شوه، لایک شوه، منحرف شوه، مرتد شوه. 100% امکان نداره، نمیشه، ان شاء الله العزیز نمیشه. اما ما باید درس بگیریم از پدران خود، رهبرانی که معامله کردن. پروردگار شاهد حال است، به تمام معنا اینها را میشناسه، و این دشمنانی که از شکست روس درس نگرفتن، عبرت نگرفتن، باری دیگر پایشان به این سرزمینی شهید پرور کشاندن و یا کشانده شدن، ان شاء الله العزیز روزی رسوا و ذلیل و خار شده خواهد برگردن، و یا همچون ابرهه ذلیل و زبون برمیگرده، افراد از قبرستان برشان افغانستان گورستان و قبرستان میگرده. اما این برمیگرده بر رعایت دو اصل. اول، احکامات الله و رسول در این سرزمین شهید پرور تطبیق شود. دوم، وحدت و حفظ وحدت و اخوت اسلامی تامین شود. وقتی مسئله زبان مطرح شد، مسئله سمت مطرح شد، مسئله سو مطرح شد، نجات پرستی در اینجا مطرح شد که پیامبر ما از این خیلی نگرانی داشت، خیلی نگرانی داشت. ما تو تو پرچم میشیم، شکست میخوریم، ما لقمه تیار میشویم، بری دیگرها از ما استفاده میکنن. اقبال رحمت الله علی زیبا گفته است که پخت فطرت صورت کهسار باش، حاملی صد ابر دریابار باش، در جهان منعم شو و سائل مشو، ذره الماس شو شبنم مشو، دست به کسی دراز نکو، گداگری نکو، نداری استغنا بکو، الله برد میته، شبنم نشو که مور و ملخ پرنده و درنده فرود میبره، الماس شو که در جرف و در وسط حقایق داخل شو، تا الله آن پیروزی که بر این نیاکانی من و شما داده بود، آن عزت دوباره الله آبرومندانه بر ما و شما برگردانه، و این دشمنان قسم خورده را الله تباه و خار و ذلیل و برباد بسازه، و مسلمان های جهان خصوص مسلمان های افغانستان الله وحدت فکری عقیدهی عملی نصیب بگردانه. و صلی الله تعالی علی حبیبه خیر خلقه.